موقعیت برای تیم ایران در مقابل دروازه و توی دروازه علی حسنزاده سرانجام گل اول رو برای تیم ایران به ثمر میرسونه. از این همه حمله و این همه زدن کورنر با بالاخره به نتیجه رسیدیم با ضربه پای چپ. علی حسنزاده دومین گلش در این مسابقات رو میزنه. در زمین نیست در این لحظات. حالا یک بار دیگه میبرم با اون سمت. موقعیت برای تیم جمهوری اسلامی داره شکل میگیره و ببینیم بعد دروازه باز میشه. جانوفسکی حساب کار رو 1-1 میکنه. چند دقیقه بود که بازیکن ما چندان خوب بازی نمیکردن تا اینکه بالاخره دروازه باز شد. جانوفسکی گل مساوی رو برای تیم ضربه کورنر رو میزنه. موقعیت برای شمسایی. حرکت میکنه شمسایی توی دروازه گل دوم برای تیم ایران و وحید شمسایی ثابت میکنه که بازیکن تموم نشدنیه. نگاه کنید چگونه عبور کرده از توماس مارس، او رو محو کرد و با این ضربه زمینی و دقیق حساب کار رو 2-1 کرد. مایکل مارس ضربه رو میزنه در مقابل دروازه و توی دروازه. بازم روی ضربه آزاد دروازه رو باز میشه. چقدر راحت گل میخوریم روی ضربه آزاد. نگاه کنید با یه حرکت 3 نفره در نهایت دلوی بازیکن با تجربه ضربه آخر رو وارد میکنه روی پاس توماس مارس. باز توماس اسلوکا یه حرکت در عرض، بازیکن ما توپ رو میگیرن. شمسایی نمیگذاره توپ بیرون بره اما این اتفاق میفته. بازم موقعیت اسلوکا توپ اونها لو میره. موقعیت برای تیم ایران، یه ضربه زمینی و توی دروازه یه گل استثنایی به وسیله یاران ما به دست میاد. عالی کار کرد اونجا حسن زاده. نگاه کنید با چه دقتی توپ رو به سمت دروازه فرستاد. خیال یه ملت رو راحت کرد. نگاه کنید چقدر دقیق و ریسک تیم جمهوری چک نتیجه نمیده. دروازه‌شون باز میشه تا ایران